بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلام عرض میکنم محضر یکا یک دوستان و برای همگی خواستار کامیابی و کامرانی هستم. از خداوند منان هم میخواهیم که آتش فتنه ها رو خاموش کند و شرارت اشرار رو از میان بردارد تا مردم ما انشاءالله روی خوش زندگی رو ببینند، خونها بیهوده ریخته نشود، ناامنی پدید نیاید و جانها از این که هست آزرده تر نشود. خب ما به جلسه 11 از جلسات شرح انجیل و مقایسه انجیل و قرآن رسیده ایم. خدا رو بابت این توفیق سپاس می‌گذاریم. به مناسبت‌های مختلف در طول ماه‌هایی که به این بحث می‌پرداختیم، نکات دیگری، موضوعات دیگری واجب می‌نمود که به اونها هم پرداختیم، ولی اکنون دوباره به سوی جاده اصلی بحث برمی‌گردیم که انجیل و قرآن باشد. در موضوعاتی که در انجیل و قرآن قابل مقایسه بود، مطالب و موارد بسیاری را آزمودیم. آخرین آنها چنان که در یاد دارم قصه کفاره و گناه بود در مسیحیت و اینکه چه تفاوتی است بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه مسیحی و عیسوی و ما آدمیان رو در نسبت با آفرینش اولیه چگونه می‌بینیم و شانه خودمون رو از بار گناه اولیه سبک می‌بینیم، در حالی که در دیدگاه مسیحیت آدمیان گناهکار و آلوده به دنیا می‌آیند و این آلودگی می‌ماند، یعنی ماند تا وقتی که عیسی مسیح پسر خداوند بر زمین آمد و خون او ریخته شد که کفاره گناهان آدمیان بود، و پس از آن است کسانی که به مکتب عیسی می‌پیوندند و دل به ولایت او می‌دهند، آنها رستگاری پیدا خواهند کرد و از آن گناه نخستین شستشو خواهند شد و کفاره گناهشون پرداخت خواهد شد و الا نه. در این زمینه البته به تفصیل سخن راندیم و لاجرم حاضران مجلس ما که از هوشمندان و فرهیختگان هستند اون مطالب رو به یاد دارن. این دفعه به مناسبت آغاز سال نو میلادی که در پرانتز اون رو هم خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم و برای همه آرزوی شادکامی دارم، امیدوارم در سال 2020 همه نمرشون 20 بشود، هم در این جهان و نزد خلایق و هم نزد خداوند، و این نمره 20 باقی بماند و کمتر نشود تا وقتی که هممون روز ناگزیر درآید و خداوند رو ملاقات کنیم. سال آغاز شد و من هم در این نوبت میخواهم از یک نکته آغازین آغاز کنم. نکته آغازین یعنی سوره آغازین قرآن که سوره فاتحة الکتاب باشد که همه ما در نمازهامون هر روز میخوانیم و با این سوره کاملا آشنایی، معنی اون را هم میدانیم. قصد من در این خطابه امشب مقایسه ایست بین این نماز اسلامی با نماز مسیحی و عیسوی، یعنی دعاهایی که عیسی علیه السلام به پیروان خود تعلیم داد که وقتی میخواهند خدا را بخوانند چگونه بخوانند، با چه الفاظی و با چه خواسته هایی. این رو مقایسه خواهم کرد با اونچه که ما در اسلام داریم و قرآن و پیامبر به ما تعلیم داده است. البته وجوبی که نماز در اسلام دارد، خواندن اون دعاها در مسیحیت ندارد. یعنی چنان نیست که یک مسیحی حتما هر روز یا هر شب اون دعاها رو بخواند یا اگر نخواند مرتکب گناه شده باشد. اما البته توصیه مؤکد است که بخواند، و اونها که از یعنی ده ایمان قلبی واقعی دارند فروگذار نمی کنند. در کلیساها هم که شما
اگر سری زده باشید و رفته باشید، لاجرم دیده اید که این دعایی که هم در انجیل متی هست و هم در انجیل لوقا و تعلیم مستقیم عیسی مسیح هست خوانده می شود و همگان در یاد دارند و به صورت هم‌آوایی اون رو ادا می کنند که برای شما از روی انجیل خواهم خواند. یک مقدمه رو قبلا عرض می کنم. اون مقدمه این است، یادآوری می کنم وقتی که در باب سوره توحید یعنی قل هو الله احد اینجا سخن می گفتیم، من به یک نکته تاریخی اشاره کردم، گفتم که بیشتر مطالب قرآن رو در قیاس با دینهایی که پیش از پیامبر اسلام آمده است بهتر می توان فهمید. یعنی اگر بدانیم که در یهودیت از چه سخن رفته است و در مسیحیت و دیدگاه های اونها، چه در مواردی که احکام شرعی و فقهی در میان باشند و چه در مقام جهانبینی و دیدگاه های کلی کیهانی، اگر قرآن رو در کنار اونها بنهیم، اونگاه اشارات قرآن رو بهتر دریافت خواهیم کرد. برای اینکه هیچگاه در قرآن نیامده است که این نکته‌ای که اینجا می آوریم جواب اون نکته‌ای است که مسیحیان می گویند یا اشاره به اون مطلبی است که در تورات آمده است، چنین چیزی نیست. اما کسی که اونها رو می داند، نظری هم به اون کتاب‌ها دارد و به اصطلاح اینترتکستوال کار میکند، این اشارات رو و معانی اون آیات رو بهتر در میابند. به یاد دارید که با همین مقایسه بود که من خدمت شما گفتم که الله الصمد در سوره توحید به معنای خدای بی‌نیاز نیست، بلکه به معنای خدایی است که ناف ندارد. برای اینکه سراسر اون سوره در جواب مسیحیان است، اشاره می کند که خدا یکیست، ستا نیست، این خدا همسر ندارد، خدا مادر ندارد، خدا پسر ندارد. دقیقا همون اعتقاداتی که اعتقادات رسمی که در مسیحیت است که خداوند مادر دارد، مریم، خداوند پسر دارد، خداوند همسر دارد و امثال اینا. این در همین ردیف بود که گفتیم که کلمه صمد رو وقتی که به ریشه هاش برگردید، یکی از معانیش این استش که کسی که اما و احشا ندارد، کسی که ناف ندارد، من لا سرت له. و من اشاره کردم و پیشنهاد کردم که این مناسب ترین معنا در این کانتکست است، یعنی در این سوره وقتی که راجع به عیسی سخن می رود و خداوندی که او رو با عیسی مقایسه می کنیم، اونگاه می گیم اگر خدای مسیحیان پسر دارد، خدای اسلام پسر ندارد. اگر او همسر دارد، اینجا همسر ندارد. اگر اون جسم دارد و ناف دارد و اما وحشا دارد، این خدا اون رو ندارد. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ کس مانند او و نظیر او و کفو او و همسر او نیست. در اینجا هم همین رو میخواهم عرض کنم که در سوره فاتحه الکتاب در قرآن که ما میخوانیم، مشابهت هایی با دعایی هست که مسیحیان میخوانند و تعلیم حضرت مسیح هست. بعضی از اونها نزدیک به همون دعایی است که در مسیحیت آمده و بعضی هاش هم در جواب او و در رد و در تصحیح اوست. شناختن اینها نیکوست و ما رو به معانی که در فاتحه الکتاب به کار رفته بهتر آشنا می کند. خب اجازه بدید من از انجیل متی بخونم. این دعا هم در انجیل متی آمده است و هم در انجیل لوقا. در انجیل متی 7 آیه است و در انجیل لوقا 5 آیه است. اینکه چرا با هم تفاوت کرده از بحث هایی است که متتبعین و محققین انجیل همیشه با هم داشتن. پاری گفتن که در این افزوده شده است و یا در اونجا کم شده است. بعضی هم گفتن که مخصوصا عدد 7 که عدد مهمی است که در سراسر انجیل به کار می رود و سمبولی است، اشاره است به چیزی، رمزی است از چیزی، حتما این دعا اگر هم 5 آیه بوده اون رو 7 آیه کردن تا این عدد 7 در اونجا جاری بشود. و از قضا جالب این است که سوره فاتحه کتاب ما هم 7 آیه داره، یعنی این دوتا از این جهت با یکدیگر تطابق میکنن. اما اون یکی یعنی دعای 5 آیه البته متفاوت است. برای اینکه به اون دعا برسیم، مقدمات اینجا هست، همه اونها هم شنیدنی و نیکوست. دعا
توصیه‌هایی که عیسی به اطرافیان خود می‌کند، مخصوصا اونها را از اینکه زیر فرمان یا سختگیری‌ها و دقت برزی‌های فقیهان یهودی قرار بگیرند برحذر می‌دارد، از ریاکاری برحذر می‌دارد، یک گام بلندتر از احکام شرعی ظاهری برمی‌دارد و به پیروان خود، اطرافیان خود میگوید که اگر در یهودیت چنین گفتند، من به شما توصیه‌هایی میکنم که فراتر از اونهاست، توصیه‌های اخلاقی. بعضی از اینها رو براتون میخونم تا برسیم به اونجا که دعاهایی برسیم که عیسی تعلیم حواریون و پیروان خود کرده است. شنیده اید، از اینجا شروع میکنم، که دادگری تازه برتر از دادگری قدیم است. چه شما را میگویم، اگر دادگری تان از کاتبان و فریسیان پیشی نگیرد. کاتبان و فریسیان فقیهان یهودی بودند که عیسی بیشترین جدالش با اونها بود. در یکی از سلسله بحث‌های انجیل و قرآن من به حافظ اشاره کردم که حافظ ما ظاهراً تحت تأثیر مسیحیت بود یا انسی با انجیل داشت. نمونه های هم از اونجا آوردم، یکی این همه نماد می که در سخنان حافظ به کار رفته است، یکی مخالفت شدید او با فقه و فقیهان، یکی مخالفت شدید او با ریاکاری و با نفاق، یکی مسئله گناه آدم که در قصه در غزلیات حافظ به قوت آمده است، یکی این که از روح القدس نام میبرد، یکی این که عیسی در دیوان حافظ بسیار مورد توجه است. همه اینها نشان میدهد انس ذهنی این شاعر ما رو با مسیحیت و این که قلبن احتمالاً این کیش رو میپسندیده یا بیشتر میپسندیده است. الان همین عباراتی که برای شما میخوانم از همون نمونه هاست، درگیری ها و جدال ها و مقابله های عیسی با فقیهان یهودی، با کسانی که بر سبیل تشرع بر مردم سخت می گرفتن یا فخر می فروختن یا دیانت رو فقط در همین اعمال ظاهری خلاصه می کردن و روح دیانت و گوهر معنویت رو فراموش کرده بودند و آموزش نمی دادن. همچنین ریاکاری اونها، دورویی های اونها، تمام اینها به صراحت در کلمات عیسی آمده است. اشاره کردم به شما که حضرت عیسی یک جا وقتی که به این فقیهان یهودی اشاره میکنه، اونها رو ما رو افعی میخواند، یعنی تعبیرات درشتی که انسان انتظار ندارد از دهان انسان نرم خویی مثل عیسی بیرون آمده باشد. شما بیندیشید که چه مایه آزار از اونها دیده است که ناچار شده است که چنین واژه هایی رو به کار ببرد. شما را میگویم اگر دادگریتان از کاتبان و فریسیان پیشی نگیرد، به ملکوت آسمانها در نخواهید آمد. من این عبارت رو مخصوصا خواندم چون کلمه ملکوت آسمان در آن است. ما بر سر این ملکوت آسمان حرف زیادی داریم. تمام انجیل وعده و مژده وارد شدن به ملکوت آسمان است. اصلا انجیل یعنی مژده، یعنی بشارت. اوانگلیون یعنی بشارت، تورات یعنی قانون، اون کتاب کتاب قانون بود، این بشارت است، بشارت به ملکوت آسمان، به ملکوت خدا که توضیح بیشتری دربارش خواهم داد، یکی از بحث‌های اصلی امشب ماست و در خود انجیل هست که مثلا در جایی عیسی ایستاده بود و با جماعتی سخن میگفت، اونها تقاضا کردن گفتن آقا بیشتر با ما بمان، گفت نه من باید به روستاهای دیگر برم به اونها هم مژده ملکوت آسمان رو بدهم و برسانم. تعلیم اصلی، یا بگیم یکی از چند تعلیم اصلی عیسی، مژده دادن به ملکوت خدا یا ملکوت آسمان بود، Kingdom of God، حالا یا Regnum Dei به لاتینی، که خب من گریکش یونانیش رو در یاد ندارم. باری دنباله کلمات عیسی، شنیده اید که نیاکان را گفته شده است قتل مکن، اگر کسی قتل کرد در محکمه پاسخ عمل خیش خواهد داد، لیکن شما را میگویم که هر کس بر برادر خود خشم گیرد در محکمه پاسخ عمل خیش خواهد داد.
یعنی نه تنها نکش برادرت رو، بر او خشم هم نگیر که در آن صورت محاکمه خواهی شد، نه لزوماً محاکمه دنیوی بلکه محاکمه اخروی. میبینید عیسی همچنان گامهایی برتر از احکام ظاهری برمیدارد و احکام اخلاقی رو فراتر از اونها مینشاند. اما اگر برادر خود را ابله خواند در سنهدرین، محکمه یهودیان، پاسخ عمل خیش خواهد داد. اگر او را نادان خواند در دوزخ آتشین، پاسخ عمل خیش خواهد داد. پایین تر، شنیده اید که گفته شده است زنا مکن، لیکن شما را میگویم هر کس زنی را از روی میل کردن به او در نگرد، همان دم در دل خیش با او زنا کرده است. اگر چشم راستت تو را به گناه کشاند، آن را برکن و از خیشتن دور کن. چه تو را آن به که از اعضای تو یکی از میان برود و تن تو از پای تا سر به درون دوزخ افکنده نشود. اگر دست راستت تو را به گناه کشاند، آن را قطع کن و از خیشتن دور کن. چه تو را آن به که از اعضای تو یکی از میان برود و تن تو در دوزخ نسوزد. نیز گفته شده است هر کس زن خیش را طلاق دهد، او را طلاق نامه دهد. لیک من شما را میگویم هر آن مردی که زن خیش را به سببی جز فحشا طلاق دهد، او را به زنا کشانده است. و هر کس مطلقه دیگری، مطلقه ای را به همسری گیرد، مرتکب زنا شده است. میدانید در مسیحیت طلاق جایز نیست، البته در پروتستانتیسم جایز است، در کاتولیسیزم هم با یک قیودی، ولی در انجیل به صراحت آمده است که مرد حق طلاق دادن زن را ندارد مگر اینکه زن خیانت به او کرده باشد. باز شنیده اید که نیاکان را گفته شده از سوگند دروغ مخور، بلکه سوگندهایی که به نام خداوند یاد کرده ای وفا کن. لیکن شما را میگویم به هیچ روی سوگند نخورید، نه اینکه سوگند درست نخورید، سوگند اصلا نخورید. نه به آسمان چه اورنگ خداست، نه به زمین چه کرسی زیر پاهای اوست، نه به اورشلیم چه شهر پادشاه بزرگ است. به سر خیش نیز سوگند مخور، چه توان آن نداری که یک موی آن را سپید یا سیاه گردانی. کلام شما آری آری خیر خیر باشد، آنچه افزون بر این گفته شود عمل بدکار است. نگو به خدا اینطوریه، به خدا اینطوری نیست، فقط آری آری یا خیر خیر، قسم و سوگند همراهش نباش. شنیده اید که گفته شده است چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان، لیک شما را میگویم که برابر بدکار قد میفرازید. برخلاف، چون کسی بر گونه راست تو نواخت، سیلی نواخت، گونه دیگر را به سوی او گردان. اگر بران است تا به محکمت کشاند و پیراهنت را بگیرد، ردای خیش را نیز به او واگذار. اگر تو را به پیمودن 1000 گام واداشت، 2000 گام با او بپیمان. به اون کس که از تو طلب کند عطا کن، از اون کس که از تو وام خواهد روی مگردان. شنیده اید که گفته شده است هم نوع خیش را دوست بدار و از دشمنت بیزاری جوی، لیک شما را میگویم که دشمنان خیش را هم دوست بدارید و از برای آزارگرانتان دعا کنید، از آن روی که پسر پدر خیش گردید که در آسمان هاست. پایین تر میایم، من پاره‌اش رو دیگه نمیخوانم. برابر آدمیان دادگری خیش به جا میآورید، یعنی اعمال نیک، ریا نکنید تا در نظر ایشان جلوه نمایید، وگرنه نزد پدر خیش که در آسمان هاست شما را پاداشی نخواهد. پس چون صدقه میدهی کار خیش در کرنا مکن، ریاکاران در کنیسه ها و معابر چنین میکنند تا آدمیان ایشان را تمجید کنند. به راستی شما را میگویم که اینان پاداش خیش را گرفتند، یعنی پاداششون همون تحسین و تمجیدی است که مردم میکنند.
لیک تو اونگاه که صدقه میدهی، دست چپ تو از اون چه دست راستت میکند آگاهی نیابد. از اون روی که صدقت نهانی باشد و پدرت که در نهان میبیند تو را پاداش خواهد داد. خب آنگاه که دعا میکنید چون ریاکاران مباشید، اینان دوست می‌دارند که به هر جای آوردن دعاهای خیش در کنیسه ها و چهارراه‌ها قد برافتازند تا به چشم آیند. به راستی شما را می‌گویم که اینان پاداش خود را گرفتند. لیکن تو اونگاه که دعا می‌کنی به اتاق خیش برو، در را به روی خود ببند و دعا کن به درگاه پدر خیش که اونجاست در نهان. در دعاهای خیش چون مشرکان لب مجنبانید. اینان میپندارند که با زیاده سخن گفتن کلامشان بهتر شنیده میشود. کار ایشان را مکنید، چه پدرتان نیک میداند که شما را چه باید زان پیش که از او طلب کنید. حقیقتا همینطور است. دعا به کثرت گفتن نیست، از دعا کار لب نیست، کار دل است. و وقتی خواسته ای، خواهشی، طلبی قویاً شدیداً در دل حاصل بشود، اون عین دعاست. فراوان به لب اسم خدا بردن یا ذکر خدا کردن گاهی حجاب خداوند می شود. حالا بعد از اینکه ایشان این حرفا رو فرمودن، حالا به اینجا می رسیم. پس شما چنین دعا کنید. رسیدیم به سر اصل موضوع، دعایی که عیسی یاد پیروان می دهد. همین هفت آیه که می خوانم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، بادا که سلطنتت فرا رسد، بادا که بر زمین و آسمان ارادت انجام پذیرد، امروز نان روزانه ما را ارزانی مندار، وامهای ما را بر ما ببخش همچنان که ما نیز بر وامداران خیش میبخشیم، و ما را در معرض آزمون قرار مده بلکه از بدکار برهان. اجازه بدید من اون چرا هم که در انجیل لوقا آمده است براتون بخوانم. و چنین روی داد، در مکانی دعا می کرد و چون فارغ گشت یکی از شاگردانش او را گفت ای خداوند ما را دعا کردن بیاموز، همچنان که یحیی شاگردان خیش را بیاموخت. ایشان را گفت آنگاه که دعا می کنید بگویید. اینجا پنج آیه است. ای پدر نام تو مقدس باد، بادا که سلطنتت فرا رسد، هر روز نان روزانه ما را ارزانی من دار، گناهان من را بر ما ببخشای، چه ما نیز بر وامداران خیش میبخشیم، و ما را در معرض آزمون قرار مده. خب این دعای روزانه مسیحیان، البته دعاهای دیگری هم وجود داره، همونطور که ما هم خب نماز میخوانیم که دعایی است، اما دعاهای بسیار هست. کتاب دعا وجود داره، در مسیحیت هم پریر بوک هست که کلیساها اگر بروید این دعاها هست و بعضیاش منظومه بعضیاش منصوره و فراوان است. اما اون دعایی که مطابق نوشته انجیل ها تعلیم شخص عیسی مسیح بوده است این است. خب من حاجت نیست که سوره فاتحه الکتاب رو اینجا بخوانم، دیگه همه حفظید، ولی خب بالاخره خواندنش کلام خداوند یا کلام پیامبر بی برکتی نیست. بعد هم یاداوری است و برای مقایسه کردن هم ذهن ما رو آماده تر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم ملک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا وغير الضالين. خب این هم سوره فاتحه الكتاب. سوره فاتحه الكتاب که ما اکنون در نمازهامون میخوانیم فقط بر سر یک کلمش حرفه، اما وقتی شما به تاریخ قرآن و به تفاسیر پیشین نظر میکنید بر سر بسیاری از کلماتش حرفه، یعنی ورژن ها نسخه های مختلف و متعدد دارد. مثلا به جای الان اون چه که بر سرش اختلاف است، یکی ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین. من به یاد دارم مرحوم آیت الله منتظری نماز جمعه که میخواند
احتیاطاً هر دوتا رو میخونیم، هم میگفت ملک یوم الدین، هم میگفت مالک یوم الدین. به نتیجه نرسیده بود که کدام هست. من حالا توضیحی برای شما خواهم داد که چرا یکی از اونها رو بر دیگری باید برتری بخشید و اون در سایه همین مقایسه به دست می آید. اهدنا الصراط المستقیم، ارشدنا الصراط المستقیم هم خوانده شده است. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین هم خوانده شده است. و غیر از اینها هم احتمالاً چیزهای دیگری هست و اهمیتی هم نداره. در اختلاف نسخ قرآنی خب همواره وجود داشته، مفسران هم به اونا اشاره کردن. قبلا هم خدمت شما گفته بودم که قرآنی که اکنون در دست ماست، یعنی این نسخه جهان شمول و بین المللی که در سراسر عالم و خصوصا کشورهای اسلامی هست و در دسترس همگان قرار داره، قرآنی است که نزدیک 90 سال پیش در مصر نوشته شد، در 1924، یعنی درست در همون سالی که حکومت عثمانی فرو افتاد، به دست به سفارش پادشاه مصر ملک فؤاد اول این قرآن نوشته شد که اکنون نسخه واحده است در سراسر جهان اسلام و همگان این رو میخوانند. شما به نسخه های قبل اگر مراجعه کنید تفاوت های اندکی با این نسخه دارد، لذا خوشبختانه این قرآن کاملا یک دست شده است. اکنون در قرآن مالک یوم الدین آمده است، در قرآن هایی که در دست ماست. اما گذشتگان ما همیشه بر سر این بحث داشتن که ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، و چنان که گفتم اکنون خدمت شما توضیح خواهم داد. خب ببینید، از آیه اول آغاز کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. مسئله مسیحیت این است که آیا کلمه پدر که برای خدا به کار رفته و در سراسر انجیل ها وجود داره، آیا یک تعبیر استعاری و مجازی است یا حقیقی است؟ خب الان هم هستند کسانی که معتقدند وقتی عیسی خدا رو پدر خود میخواند، اشاره به مقام رحیمیت خدا داشت، به اینکه رحمت پدرانه بر آدمی دارد. منظورش این نبود که واقعا خداوند پدر است، همونطور که در میان آدمیان پدری و فرزندی وجود دارد. ولی این گونه تفسیرها که تا حدود 3 و 4 قرن در میان مسیحیان جاری بود و جدالهای بسیار برمی انگیخت، نهایتاً در سال 325، یعنی ربع اول قرن چهارم مسیحی و میلادی، در شورای بسیار مهمی که در روم در نیقیه ببخشید تشکیل شد، به دعوت امپراتور روم و در اونجا نزدیک شاید 300 نفر از کاردینال های بزرگ مسیحی آمدند تا اعتقادات مسیحیت رو به طور رسمی و ارتودکس بنویسن و معرفی کنن و غیر معتقدان به اون اعتقادات رو کافر و مرتد معرفی کنن. اونها اونجا رسما آوردند که عیسایی که زاده خداوند است و کلمه بیگاتن، زاده خداوند، مولود خداوند رو در اونجا وارد کردند و مخالفت کردند با اینکه عیسی رو مخلوق خداوند بنامند. گفتن نه، عیسی کو اترنال، یعنی از ازل با خداوند بوده است، مخلوق او نیست بلکه مولود اوست. تأکید بر بیگاتن که همون که قرآن او رو نفی میکنه، لم یلد و لم یولد، این دقیقاً در اعتقادات نیقیه که اعتقادات ارتدوکس مسیحی است آمده است و هیچ هم کوتاه نیامدند بر سر این. و ایده تثلیث پا گرفت که 3 کسند و در این حال 1 کسند، نه اینکه یکی اصلی است اون دوتای دیگه فرعی هن. یا 1 کس است که گاه این ماسک رو، نقاب رو بر چهره می دهد، گاه اون رو. همه اینها نام داره، مکتب های مختلف بود، ولی مسیحیت نهایتاً به این منزلگاه رسید که چنین بگوید 3 جوهرند، 3 کسند که 1 کسند. و البته هم خب گفتن که اینجا رازی است که اون رو نمی توان گشود. بنابراین پدر با پسر در واقع یکی است و در اینجا عیسی که با پدر سخن میگوید
به یک معنا با خیشتن هم سخن میگوید. اما خب باز ما وارد این اسرار نمیشویم، اما مسئله این است که خطاب به پدر خطابی است که یعنی اینطوری نزد خودمون بگیم، شاید برای ما مفهوم تر باشه، که خداوند برای عیسی به منزله یک پدر تجلی کرده بود. می توانست جور دیگه تجلی کنه، می توانست به صورت یک ارباب سختگیر تجلی بکنه، فقط هم به صورت پدر تجلی نکرد، به صورت عشق هم تجلی کرد. God is love در انجیل است، ما در قرآن God is love، خدا حب است، خدا عشق است نداریم، ولی در انجیل داریم God is light، God is love، God is light، که خداوند نور است. ما این رو در قرآن داریم، الله نور السماوات والارض. اما خدا رو با صفت محبت، عاشقی معرفی کردن، این مخصوص انجیل است. همچنین خدا رو پدر خواندن. قرآن مخالفتی با این ندارد که آدمی رابطه محبت آمیز با خداوند داشته باشه، اما پدری و پسری رو نه، اصلا و ابدا نمیپسندن. بنابراین به جای اینکه ای پدر که در آسمانی نام تو مقدس باد، در قرآن و در سوره فاتحه الکتاب چیز دیگری آمده. اولا مشابهت اینان است که هر دو با نام خداوند آغاز میکنن. ما هم در قرآن داریم بسم الله الرحمن، آغاز میکنم به نام خداوند. با نام خداوند آغاز کردن هم تفسیر عرفانی داره و هم تفسیر عادی و غیر عرفانی داره. من به تفاسیر عرفانیش کاری ندارم. اینکه آدمی وقتی که کاری رو آغاز میکند با نام خداوند آغاز بکند، یعنی او رو در سر لوحه قرار بدهد، در صدر بنشاند، مزین کند رفتار خود رو با نام خداوند، روح خداوندی رو در او جاری کند و به نام خود آغاز نکند، به نام خلق آغاز نکند. من ابتدای انقلاب یادم مقاله نوشتم، گفتم که چون یه گروه های سیاسی بودن که مدعی مسلمانی هم بودن، میگفتن به نام خدا و خلق قهرمان ایران. گفتم به نام خلق نمیشه گفت، هیچ چیزی رو کنار خدا نمیتوان نشاند. به نام خدا، بله به نام خدا و فقط به نام خدا، هیچ چیز دیگری هم عرض او و هم ردیف او قرار نمیگیرد. میخواد خلق باشه، میخواد پیغمبر باشه، ما هر کی میخواد باشه، در اون رتبه فقط جای خداوند است. لذا نام او رو ما در آغاز کار میآوریم. روایاتی در اسلام داریم که کل امر زیبا لم یبدا بسم الله فهو ابتر، هر کار مهمی که با نام خدا شروع نشود ناتمام و ناکام باقی خواهد ماند. این تحریز بر بردن نام خداوند، حتی به زبان آوردنش، علاوه بر دل در دل گرداندنش، حکمت مهمی دارد که همیشه خداوند باید در میان ما جاری باشد، به نام، به لفظ و البته به حقیقت در دل. اما اینکه ای پدر ما که در آسمانی، این کلمه آسمان در اینجا قلقلک میده آدم رو. خداوند فقط در آسمان نیست. این پدر آسمانی یکی از تعبیرات انجیلی است که قرآن با این سر موافقت ندارد. در قرآن اتفاقا آیاتی هست که میگوید هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدایی که هم در آسمان ها خداست هم در زمین خداست. اختصاصی به آسمان ندارد، جایگاهی در آسمان ندارد. این رو یادتون باشه، مسیحیان وقتی میگن خدا در آسمانه، لیترالی فیزیکلی این رو میگوین، نه اینکه فکر کنید که یه معنای ماورایی متافیزیکی دارد، اینطوری نیست. واقعا معتقدن خداوند در آسمان یا بر عرش نشسته است و عیسی در دست راست او نشسته است. حتی تصاویری وجود داره در این زمینه، تصاویری که از قرون وسطا، کتاب‌های مسیحی‌ها بگردید توی نقاشی‌ها اینا رو می‌بینید که خداوند بر یک تختی نشسته است و شاهانه با تاجی بر سر و دقیقاً با جامه‌های فاخر، همونطور که سلاطین بر تخت می‌نشستند، کسانی هم در دست راست او در دست چپ او قرار دارند.
خب این پدر آسمانی البته خدایی نیست که در اسلام پرستش می شود. من وقتی که این تصاویر رو می دیدم که خداوند بر تخت نشسته است و عیسی در کنار او هست، به یاد چند چیز افتادم. یکی این که در اسلام یکی از شاید عللی که تصویرنگاری ممنوع شد یا مکروه شمرده شد همین بود. تصویر مقدسین رو کشیدن کار رو میرساند تا به تصویر خدا رو کشیدن که بر عرش نشسته است. تصویر تأثیری بیشتر از لفظ و عبارت داره. ما در قرآن داریم که خدا بر تخت نشسته است، داریم، چند جا هم داریم، الرحمن و علی العرش استوا، خدا روی تخت نشسته. دقیقاً حالا کلمه عرش رو ما به کار ببریم، شما ممکنه تلقی دیگه پیدا کنید. عرش به فارسی همون تخت دیگه، خدا بر مسند سلطنت تکیه زده است، روی تخت نشسته. والذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، خدا در 6 روز آسمان ها و زمین را آفرید، سپس روی عرش قرار گرفت، روی تخت نشست و از اونجا تدبیر امور جهانیان میکند. در روز قیامت هم همینطوره. و یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیه، در روز قیامت 8 فرشته تخت خداوند رو به دوش میکشن. خدا روی تخت نشسته و 8 فرشته این تخت رو به دوش میکشن. این بیانات در قرآن هست، اما هیچ وقت در عالم اسلام تصویری نشد، تصویری نشد. و لذا روی تخت نشستن خداوند به نحو فیزیکی معنا نشد، در حالی که اگر این رو شما تصویر میکردید و نقاشی میکردید، 8 فرشته زیر تخت خدا رو گرفتن بر دوششون و او رو دارن به قیامت وارد میکنن، دیگه اون خدا در ذهنها نگاشته میشد، نقش بندی میشد. با همه این احوال مسلمان هایی بودند، اکنون تعدادشون خیلی، واقعا معتقد بودند همونطور که در مسیحیت خدا بر تخت نشسته، در اسلام هم خدا بر تخت نشسته است. بودند تعدادی از مسلمان ها کرامیه که اصلا خداوند رو جسم می دانستن. سلطان محمود غزنوی که اسمشو شنیدید جزء کرامیه بوده، اعتقاد به اینها داشت و واقعا معتقد بودند که خداوند مثل یک پادشاهی بر تخت نشسته. و ابن بطوته که یکی از مورخان بزرگ عالم اسلام است و جهانگرد بسیار چالاکی بود، خودش میگوید که من در بغداد اگر اشتباه نکنم پای منبر ابن تیمیه بودم. ابن تیمیه یکی از فقها و محدثین بسیار بسیار بزرگ سنی است، اهل سنت است، و همون کسی است که میگویند داعشی ها کارها و افکارشون رو از او الهام گرفتن و پر بیرا هم نمیگن. ابن بطوته میگه من به پای منبر این شخص بودم، از خودش شنیدم، گفت خداوند شبهای جمعه از عرش میاد پایین تا آسمان زمین، همینجا نزدیک ما و حرفای ما رو گوش میده و دعاهای ما رو میشنوه و دوباره بر میگرده میره به روی تخت خودش در آسمان هفتم مینشیند. خب این سخنان بوده، ولی در مسیحیت اینا خیلی جدیه، یعنی شوخی نیست و سخن یک اقلیتی نیست، این عباراتی است که در انجیل آمده و خیلی ها هم متمایل بودن که اینها رو تأویل نکنن، به معانی باطنی نبرن و حقیقتا چنین بیاندیشن که پدر آسمانی در آسمان بر تخت نشسته است و عیسی بعد از آن که از جهان از روی زمین عروج کرد و به آسمان رفت، در کنار خداوند و در دست راست او نشست. در قرآن که ما داریم بسم الله الرحمن الرحیم، بد نیست من این توضیح رو بدم. بله، به نام خداوند است، آغاز میکنیم به نام خداوند. ببینید خداوند دو تا نام داره. در مسیحیت خدا اسم نداره، در یهودیت خداوند نام داره، یهوه. البته هیچ یهودی این رو به زبان نمی آورد. من همین سفر اخیری که رفته بودم به سن لوئیس، روز شنبه هم به سیناگوگ یهودیان رفتم و در مراسم شرکت کردم. خانم روحانی اونجا، حاخامی که داشت رو با هم صحبت میکردیم، دیدم کلمه هاشم رو به کار میبره. هاشم به عبری یعنی این اسم، هاشم، ها یعنی دیس، شم همون اسمه در عربی، هاشم. یهودیان وقتی که
اسم خدا در میان میاد، اسمش رو نمیگن، میگن این اسم، the name، همون خداوند رو the name میخونن، اما اون اسم اصلی رو نمیگن و نباید بگن. اون خیلی برتر از آن است که آدمی اون نام رو تلفظ کند. گفته بودم براتون، یاد اون شعر مجنون میفتم، میگو و ایاک و اسم العامریت اننی اخاف علیها من فم المتکلمی. میگفت اسم لیلا رو نبرید، چون این دندانهای شما به او لطمه میزنم، این اسمش هم که از زیر زبان شما میاد بیرون او رو صدمه میزنه، زخمی میکنه. اخاف علیها من فم المتکلمی، این این رو در یهودیت ما داریم که اسم خدا رو نباید ببرن، بگن the name. خب ولی یک اسم نهان دارد، همطوری که قبلا هم برای شما گفته بودم، وقتی که خداوند با موسی سخن گفت، سخنانش که تمام شد، خب خودش رو خدا معرفی نکرده بود و پیامهایی که خدا به موسی داد، برو به قوم چنین بگو، به فرعون چنان بگو، موسی گفت شما کی هستی؟ که چه هستی با من داره سخن میگه؟ من وقتی رفتم بگم کی این حرفا رو به من زد؟ چگونه تو رو معرفی کنم؟ خداوند چی گفت؟ گفت I am. من همینم که هستم. اسمی نبرد. نگفت من اللهم، نگفت. این همون احیه شعر احیه در عبری، من آنم که هستم. که خیلی هم بر سر این بحث شده و من بسیار میپسندم این تعبیر رو، چون خدا بی صورت هست. هر اسمی به او بدی یک صورت میشه برای او. و آدم ممکنه به قول مولانا بر همون صورت به چفسی ایفتی، آدم همون صورت رو بگیره و از بی صورت غافل بشه. هر اسمی میخواد بشه، شما بگی خدای خالق، خدای رحیم، اون وقت خدا رو با رحمتش میشناسی، خدا رو با خالقیتش میشناسی، در حالی که خدا وراء اینهاست، برتر از اینهاست و این اوصاف روی او مینشینند، نه اینکه حقیقت او باشه. اما وقتی که میگه من آنم که آنم، یعنی پیور بینگ، یعنی وجود صرف بی صورت. این اونجوریست که خداوند در تورات معرفی شده. اما خب اسمم براش هست، یهوه یا الوهیم. در مسیحیت نه، پدر. و دائما عیسی میگوید که من نزد خدا میروم و اسم پدر رو میاره. در اسلام همچنان که میدونید، در آیات نخستین که بر پیامبر نازل میشد، بیشتر کلمه رحمان میامد، چون در جزیره العرب دو تا نام برای خداوند بود. در شمال جزیره العرب الله بود، در جنوب که یمن باشه رحمان بود. رحمان اسم خاص خداوند بود، نه صفت خداوند. میبینید شما توی قرآن در سوره فرقان داریم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا، او را چه الله بخوانید چه رحمان فرقی نمی کند، هرچه بخوانید او نامهای زیبا دارد. ببینید این دوتا نام خدا بود، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، چه الله بخوانید چه رحمان فرقی نمی کنه. مثلا سوره رحمان داریم ما، الرحمن و علم القرآن. رحمان در اینجا صفت نیست، اسم است. لذا در سوره در آیه بسم الله الرحمن الرحیم دوتا اسم خدا اومده، الله و رحمان. بعد یک صفت برای خدا آمده که صفت رحمت اوست. خب هم نام خدا آمده است و هم صفت رحمت او و هم دوتا نام علم و مشخصی که برای خدا در جزیره العرب بود، یکی الله و دیگری رحمان. کلمه رحمت در اینجا خیلی اهمیت داره، برای اینکه با کنتراست پیدا میکند، تقابل پیدا میکنه با اونچه که در پایان سوره میآید که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، کلمه غضب در اونجا میاد. بنابراین ما در این سوره دو تا کنتراست، دو تا تقابل داریم. این تقابل ها در این دعای مسیحی دیده نمیشود. یکی تقابل رحمت است با غضب، یکی هم هدایت است با ضلالت، اهدنا الصراط المستقیم، که بعداً به او خواهم رسید. خب پس تفاوت اولی که شما در اینجا میبینید، خدا به صفت آسمانی بودن و به صفت پدر بودن یاد نمیشود. با همون اسم علمی که در جزیره العرب او رو میشناختن، الله یعنی الاله، اون اله خاص.
اله هم یعنی معبود، یعنی کسی که عبادتش میکنن. اون خدای خدایان، این معنای الله این بود و این اسمی نبود که قرآن اختراع کرده باشه یا پیامبر اسلام بیاره. این اسم جاری بود، شناخته شده بود نزد اعراب، در بعضی کتیبه هایی که اونجا یافت میشه اینها هست. علاوه عبری هم که الوهیم میگفتن که با همین کلمه الله هم ریشه است. و همچنین کلمه راهامان که ساده تر شد به صورت رحمان که در جنوب جزیرات العرب. این دوتا نام در اینجا آمده. دیگه در قرآن بقیه اون چه که می آید صفتهای خداوند است. این دوتا نام علم است، بقیه اگر سمیع است، بصیر است، رحیم است، قهار است، واحد است، احد است و چه و چه، اینا همه اوصاف الهی است که البته عین ذات خداوند است، ولی دوتا اسم اونجا وجود داره. اینجا ببینید که فقط پدر آسمانی مطرح می شود. نام تو مقدس باد. خب این خیلی شبیه آیه هایی است که ما در سوره های مکی داریم، شبیه سبح اسم ربک الاعلی، اسم خداوند رو تسبیح کن، تقدیس کن، منزه بدار، خیلی شبیه اونه. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. میرسیم به آیه بعدی، بادا که سلطنتت فرارسد، یا خیلی ساده تر، ما میخواهیم انشالله حکومتت، سلطنتت فرارسد، دوست داریم، انتظار میبریم که سلطنت تو فرارسد. خب این سلطنت همون کینگدامه که اینجا سلطنت ترجمه شده است. کینگدام شما میدونید در انگلیسی به معنای قلمرو سلطنتیه، یعنی تا اونجایی که فرمان سلطان میرود، اون محیطی، فضایی، سرزمینی که سلطان بر اونجا حاکمیت داره، اونو میگن کینگدام. به همین سبب یه عده‌ای گفتن که این کینگدام در اینجا واقعا کینگدام نیست، کینگشیپه، یعنی سلطنت نیست، قلمرو سلطنت نیست، بلکه خود سلطانی کردن است، سلطنت کردن است، نه قلمرو سلطنت. قلمرو اصلا میدونی یعنی چی دیگه؟ قلمرو یعنی تا اونجایی که قلم شما میره، یعنی حکم شما رو میخوانند. لذا قلمرو سلطنت تا اونجایی است که پادشاه تصرف دارد و حکم او نافذ است. اما در مورد خداوند وقتی که میگیم که your kingdom come، سلطنت تو درآید، مستقر شود، یعنی حاکمیتت. در واقع این دعا دعایی است برای استقرار حاکمیت خداوند. این همون که عیسی مسیح مبشر او بود، گفت انجیل بشارت است به درآمدن سلطنت خدا، به استقرار کینگدم الهی و حاکمیت خداوند. خب مفصل بارها، شاید بیش از 100 بار در انجیل این قصه، این کینگدم آف گاد تکرار شده است. و چنان که اشاره کردم، عیسی به جماعتی که اطراف او رو گرفتن میگفت من باید برم به همه جا بشارت حاکمیت خداوند و استقرار حاکمیت او رو بدهم. شما باید مراجعه کنید به تفاسیری که بر انجیل نوشته شده است. اختلافات فراوان بر سر مفهوم سلطنت خداوند، حاکمیت خداوند است. یه گروه امروز وجود دارن به نام یهوه ویتنس، شنیدید نامشون رو، اوانجلیستن و مبشرن، مبلغن. اینا واقعا قائلن به این که سلطنت خداوند و حاکمیت او روزی در روی زمین برقرار خواهد شد در آخر الزمان. بسیار شبیه اونچه که ما در مورد مهدی موعود میگیم، شیعیان میگوین که در اون روزگار، یعنی وقتی که مهدی ظهور میکند و جهانی رو که پر از ظلم و بیداد است، اون جهان رو برمی اندازد و به جای او عدل و داد برقرار می کند، اونگاه حاکمیت خداوند بر جهان استقرار خواهد یافت. همه از نظر مسیحیان مسیحی خواهند شد و عیسی سلطان این جهان خواهد شد. این رو تفسیری است که تعدادی از مسیحیان دارند. اما به دلیل اینکه ابتدا تصور، یعنی ابتدا واقعا پیروان مسیح همین تصور رو داشتن
که به زودی مسیح و مسیحیت جهان رو خواهد گرفت و مسیح سلطان عالم خواهد شد. اعتقادات این بود. بعد از مرگ یعنی بر صلیب رفتن مسیح، رفته رفته اینا به خودشون بازگشتن که تفسیر دیگری از این ارائه بدهن و بنابراین یا اینو تأویل باطنی کردند یا اون رو به آخر الزمان ارجاع دادن و یا از همه مهمتر اون رو به قلبها ارجاع دادن، گفتن منظور برقرار شدن حاکمیت و سلطنت الهی در قلوب آدمیان است و مسیح آمده بود تا این مژده رو بدهد که این اتفاق خواهد افتاد. منتها با مسیح آغاز شد و به تدریج این رخداد پیشرفت خواهد کرد، گسترش خواهد یافت و بست سلطنت الهی محقق خواهد شد. لذا وقتی که اینجا دعا میکنن که خدایا سلطنتت فرا رسد، بادا که سلطنتت فرا رسد، منتظریم که سلطنتت فرا رسد و دوست داریم که فرا رسد، این دیگه به شما بستگی داره که قلمرو سلطنت خدا و چگونگی سلطانی خدا رو چه بیندیشید و چه کار بکنید. بادا که بر زمین و آسمان ارادت انجام پذیرد. خب این فرارسیدن سلطنت خداوند هنوز مطلبهایی در دلش هست. مسیحیان عموماً قائلند و این جزو اعتقادات نیقیه است، یعنی همون ارتودکسی که اونجا محقق شد و تثبیت شد، اینکه به هر حال ما به روز جزا خواهیم رسید، به آخر الزمان خواهیم رسید، روزی که روز جاجمنت است، روز داوری است. در اون روز خداوند داوری و حسابگری رو به عیسی مفوض خواهد کرد. جزو اعتقادات رسمی مسیحیت است که داوری روز قیامت و پادشاهی اون روز از آن عیسی است. خداوند به او می سپارد این کار رو و او انجام میده. حالا شما اینجا خوب متوجه میشید که آیه قرآن که میگه ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین یعنی چی؟ ملک یوم الدین یعنی خدا پادشاه روز قیامت است. درست در مقابل اون اعتقاد مسیحی قرار میگیره که عیسی پادشاه روز قیامت است. Your kingdom come، ملک تو بیاید. اصلا سلطنت الهی موضوعیت داره در این دعا که یه وقتی خدا سلطانی خودش رو آشکار خواهد کرد. در قرآن چند جا ما داریم مخصوصا این رو، مثلا روز قیامت در قرآن هست که خداوند ندا میدهد لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، امروز سلطان کیست؟ اون خدای واحد قهار. قصه ملوکیت الهی، کینگدم، کینگشیپ، سلطنت او، سلطانی او در قرآن بارها و در جاهای مختلف تکرار شده. در آخر سوره نجم ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقین در بهشت ها هستند، در جایی که جویبارها روان است، در جایگاهی راستین نزد کی؟ یک پادشاه مقتدر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تمام این تأکیدها برای این استش که روز قیامت پادشاهی به عیسی نمیرسد، با خداوند است. خب پس مالک یوم الدین بخوانیم بهتره یا ملک یوم الدین؟ بنده با توجه به این پیشینه و با این اینترتکستوالیتی خدمت شما میگم که ملک یوم الدین قطعا اولاست. من اتفاقا به خاطر همین موضوع امروز از قضا به تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی مراجعه کردم، دیدم ایشون نه با توجه به این نکات، با توجه به معنی کلمه ملک و مناسبت بیشترش، ایشون گفته بود بله ملک یوم الدین در نماز خوندن بهتر است تا مالک یوم الدین، به خاطر اینکه ایشون دلیلش این است، میگه که ما پادشاهی رو به عصرها ارجاع میدیم، میگیم پادشاهی فلان دوره، در حالی که قرآن اگه بگیم مالک یوم الدین یعنی مالک یه روزی، ولی درست‌تر این است بگیم پادشاهی اون روز، اون عصر. ایشون دلیلش اینه، ولی سخن من از موضع دیگری است و از دریچه دیگری به این موضوع می نگرد.
و او اینکه خدا یا سلطنتت برسد. وقتی سلطنت تو میرسد که تو به عیسی حق داوری در مورد بندگانت عطا میکنی و پادشاه اون روز اوست، در قرآن دقیقا در مقابل این موضع گرفته شده است که ملک یوم الدین. خب ما کمی پایین تر آمدیم ولی الحمدلله رب العالمین رو فرو نهادیم. میدونید که حمد یعنی ستایش خداوند راست که رب عالمین است. این رب عالمین هم به نظر من در مقابل این پدر آسمانی قرار میگیره. عالمین یعنی عالم‌ها. عالم‌ها منظور کرات و کیهان و اینا نیست. عالم انسان‌ها، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم فرشتگان، اینها رو عالم میگن. خداوند رب یا پروردگار یا پروراننده این عالم هاست. اینها رو میپروراند و به رشد میرساند، به کمال و غایت خودشون میرساند. لذا هر جا که ما عالمی داریم، میخواد عالم حیوانات باشه یا عالم نباتات باشه، خدا اونجا هست و مثل یه باغبون بالا سر این گیاهانه، مثل یک مادر یا پدر بر سر آدمیان است. اینطور نیست که فقط در آسمان باشه. خداوند خدای آسمانی نیست، خدای زمینی هم هست. تعلقی فقط به عالم انسانها نداره، به همه انسانها تعلق داره. فراتر بریم، جلوتر بریم. بادا که بر زمین و آسمان ارادت انجام پذیرد. اگر من ترجمه می کردم می گفتم نافذ باشد. از تو می خواهیم که ارادت بر آسمان و زمین نافذ باشد، یا اراده تو تصرف در عالم بکند، یا اگر قدری به مدلول این برویم، چنین می خواهیم و انتظار می بریم که همگان تسلیم اراده تو شوند. و ببینید این خیلی تعبیر جالبی است در اینجا آمده. این تقریبا معادل اون اینجا به صورت دعا آمده ولی در قرآن به صورت یک خبر آمده. ولهو اسلم من فی السماوات والارض، همه هر کس در آسمان و زمین است در مقابل اراده خدا تسلیم است. نمیگوید که کاش این طور بشود، می خواهیم که اینطور بشود، ای کاش همگان در مقابل اراده تو تسلیم باشند، اراده تو همه جا نافذ باشد، چنان که در این دعاست، بادا که بر زمین و آسمان ارادت انجام پذیرد. این که به صورت جمله دعاییه در اینجا آمده و البته در سوره فاتحه الکتاب هم نیامده ولی در قرآن به صورت یک خبر آمده است که ولهو اسلم من فی السماوات والارض، یا ان الدین عند الله الاسلام. این خیلی نکته مهمی است. دین نزد خدا اسلام است. اسلام نه یعنی دینی که پیامبر اسلام آورد. دین نزد خدا تسلیم است، یعنی حقیقت دین تسلیم شدن است. به همین دلیل هم همچنان که میدانید در قرآن داریم، از ابتدا پیامبران میگفتند که و نحن له مسلمون، ما مسلمانیم، ما مسلمیم. نه مسلمان به معنای پیرو دیانت پیامبر اسلام، بلکه به معنای تسلیم در برابر حکم و اراده خداوند. من در نوشته های خودم هم آوردم، گفتم یک دین بیشتر نداریم، اونم دین اسلام است. وقت اسلام موسوی داریم، اسلام عیسوی داریم، اسلام محمدی داریم، یک دین بیشتر نیست. همچنان که تو قرآن هم شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، خدا همون چیزهایی رو به شما توصیه میکنه که به نوح هم توصیه کرده بود. یک اسلام داریم در سه شکل، با سه شریعت، با سه ورژن به اصطلاح امروز. خب این رو قرآن به صورت یک خبر به ما، یعنی یک حقیقت بیان میکند که ولهو اسلم من فی السماوات والارض، یا اینکه ما به آسمان و زمین گفتیم که بیایید. قالتا اتینا طائعین، گفتن بله با کمال فرمانبرداری ما می آییم. خب این معنای اسلام است که همون تسلیم است. در اینجا صورت دعاییه پیدا کرده و همین دلیل دیدم بعضیا شبهه‌ای می کردن که خب آخه
این چه دعایی است؟ از خدا این رو میخوان که خدایا ارادت رو نافذ کن، یا فقط یه آرزوی قلبی رو بیان میکنن که ای کاش الهی چنین شود، ای کاش چنین شود که اراده تو همه جا نافذ بشود، یعنی همگان تسلیم اراده تو بشود. اسلام دین خداوند است و همه ادیانی هم که فرستاده در اصل اسلامن و از آدمیان هم تسلیم در مقابل خداوند خواسته شده است، یعنی از دایره اطاعت او و از دایره محبت او بیرون نرفتن، این معنای اسلام است. آیه بعدی، امروز نان روزانه ما را ارزانی مان دار. Give us our daily bread. دیده باشید تو کلیساها میخونن Give us our daily bread. نان روزانه ما رو ارزانی ما دار. اگر البته من نمیخوام از عبارت اصلی خارج بشیم، ولی میتونیم اینجوری هم ترجمه کنیم، رزق امروز ما رو به ما بده. البته توی دعا واقعا کلمه برد آمده دقیقا، اما میتونیم قدری توسعه ببخشیم، به جایی که بگیم نان امروز ما رو بده، بگیم رزق امروز ما رو به ما برسان، رزق امروز ما رو عطا کن، نعمت امروزین ما رو به دست ما برسان. ببینید، ما حالا به شما خواهم گفت که در این فاتحه الکتاب این چه صورتی پیدا کرده در این دعایی که ما در نماز میخونیم، اما قبل از اون این رو به شما اشاره کنم، عیسی واقعا خیلی توصیه به کسب و کار نمی کرد. آیاتی در انجیل هست که صریحا میگوید که به پرندگان نگاه کن، روزها از آشیانه خود بیرون میان بدون اینکه دنبال کاسبی برون، بدون اینکه به فکر ارتزاق باشن، بدون اینکه نگران باشن که رزق ما از کجا میرسد، اما رزقشون میرسد. آنچنان باشید، چنین تصوری رو و تعلیمی رو عیسی به پیروان خودش میداد، نهایت بیتعلقی، نهایت رهایی. و در یکی از همون داستانهای انجیل هست که کسی آمد به عیسی گفت که من دنبال شما میخوام همیشه باشم. عیسی با کمال تأثر گفت ببین، حتی روباه‌ها سوراخ دارن که در اون میخوابن، حتی حیوانات دیگه آغل دارن میرن در اون میخوابن، ولی پسر انسان هیچ جایی نداره که بخوابه. و واقعا خانه نداشت. ما در نهج البلاغه داریم که حضرت علی وقتی که وصف موسی رو میگه، وصف عیسی رو میگه، میگوید که دابته رجلاه و خادمه یدا. عیسی یه مرکب داشت، مرکب سواری داشت که دوتا پاش بودن، یک خادم هم داشت که دوتا دستاش بودن، هیچی نداشت. انقدر علف دنیا خورده بود، علف که سبزیش از پوست شکمش بیرون میزد، آشکار بود، تو نهج البلاغه است. خب خودش هم میگفت حیوانا همه آغل دارن، جانورا همه سوراخی دارن، شب در رو بیارمن، من هیچ جایی ندارم. و این چنین بود. همینطوری هم تعلیم میداد. کسی اومد پیش او گفتش که من چه کار کنم که آدم خوبی بشم؟ عیسی گفت چنین کن، چنان کن، کارهای عدیده. گفت آقا همه این کارهای کردم. گفت بس خیلی خوب، دیگه هر چی داری بذار زمین و دنبال من بیافت، دیگه این قدم آخرش، هر چی داری بذار زمین و دنبال من را بیافت. و خودش هم که میدونید جایی نداشت، از این شهر به اون شهر، از این ده به اون ده، و درویش هر کجا که شب آید سرای اوست، هر جا شب میرسید همونجا میخوابید. البته گاهی هم تو منزل بعضی از دوستانش. یادتون باشه این مالی یکی دو سال آخر زندگی و عمر عیساست، تا 30 سالگی اصلا سخنی از این که من پیامبرم یا پسر خدا هستم در میان نبود. ما اصلا نمیدونیم تا 30 سالگی عیسی کجا بود. از 12 سالگیش که یک بار تو معبد اورشلیم پیدا شد و او رو دیدند فقیهان یهودی، تا 30 سالگی دیگه هیچ خبری از او نیست. به همین دلیل هم یه دی میگن ایشون رفته بوده هند یا کجاهای دیگه، چیزایی یاد گرفته دیگه، ما نمیدونیم، همش حدسیات است. اما از 30 سالگی ظرف 2 سال که بعد از او هم بر صلیب رفت، اینجوری زندگی میکرد. به پیروان خودش هم همین رو میگفت، رو اینجوری زندگی کنید. لذا این به مرام عیسی میخوره، خیلی متناسب است که بگه خدایا روزی ما رو برسون،
روزی ما رو برسون، بدون اینکه ما دنبال کسب و تلاش بریم. اگه یادتون باشه من اینجا دعای مکارم الاخلاق رو شرح میکردم، گفتم که یکی دو جملش به دل من نمی نشینه، من اون رو از تعلیمات اهل بیت نمیدونم، نمیبینم. یکیش دقیقاً همین بود دیگه، براتون خوندم دیگه، که خدای روزی منو برسون آزادنه، فلا احتمل اسر تبعات المکسب، که من دیگه زحمت کاسبی نکشم، تبعات کاسبی رو هم نداشته باشم، همچون روزی خیلی راحت و روان به دست من برسه. امام غزالی در آثار خودش داره میگه طلب رزق قبیح است. اینا اندیشه های مسیحیه. طلب رزق قبیح است و من العلماء اقبح، از علما قبیح تر است. علما که دیگه این چیزها رو میدونن نباید دنبال رزق برن، رزق میرسه. سعدی بود میگفتش که روزی ارچند بی گمان برسد، شرط عقل است جستن از درها، گرچه کس بی اجل نخواهد مرد، تو مرو در دهان اژدرها. ولی غزالی واقعا عقیدش این بود، میگفت خدا تضمین کرده رزق رو میرسون. البته اونجا صریح میگه انتظار نداشته باشن پل و مرغ هر روز برسه با سفره های رنگین بیاد، اما شکمتون سیر میشه، جوش نزنید. طلب و رزق قبیحون و من العلماء اقبح، اینا اینجور تعلیمات هست که سرچشمه هاش رو شما میبینید در اینجا. من اون دفعه خدمت شما عرض کردم این نسبتی ندارد با تعلیمات دینی ما که میگوید که طلب رزق حلال 9/10 عبادت است، اهم عبادات اسلامی است که شما به دنبال رزق حلال برید، و این رزق حلال شما اگر افزون باشه از او صدقه بدید، دیگران رو هم برخوردار بکنید. خب امروز نان روزانه ما را ارزانی من دار. بله این در اینجا آمده است، مترجم نوشته است که اینجا باید از خدا حمایت ضروری برای زندگی مادی را درخواست کرد، اما تنها همین، نه ثروت و مکنت. در سوره فاتحه کتاب که ما میخوانیم، ما یه چیزی دیگه از خدا میخوانیم، یه رزق دیگه میخوانیم. چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم، رزق هدایت رو به ما بده. من این تعبیر رزق رو که در اینجا میکنم خیلی مهمه، به خاطر اینکه بعدش میگه صراط الذین انعمت علیهم، راه اون کسانی که به اونا رزق دادی. یعنی دقیقاً ببینید یک الگو برداری شده، یک گام فراتر رفته. به جای اینکه بگیم نان روزانه ما رو بده، میگیم خدای هدایت روزانه ما رو بده، رزق هدایت رو به ما برسان، اهدنا الصراط المستقیم. بعد هم صحبت از انعام میکنیم که صراط الذین انعمت علیهم. خب من سخنانم دیگه به پایان میرسه، باید زودتر هم به پایان ببرم. بعد دعای بعدی در انجیل این است، وام های ما را بر ما ببخش همچنان که ما نیز بر وامداران خیش میبخشیم. در نسخه از لوقا که برای شما خواندم این وامداران تبدیل شده به گناهان ما را ببخش همچنان که ما خطاها و گناهان دیگران را میبخشیم. در این تعبیر، یعنی در این دعا، یک نکته خیلی آموزنده هم هست، شبیه این رو ما در فاتحه کتاب نداریم. اون هستش که ما هم باید از خطاهای دیگران درگذریم. مایی که از خداوند درخواست میکنیم که از خطای ما درگذرد، از خدا باید یاد بگیریم. من دیدم یک کسی به طعن نوشته بود که خدا بیاد از ما یاد بگیره، چون ما خطاهای دیگران رو میبخشیم. اونا نه، عکسشه، وارونه نباید خون، چون تو میبخشی از تو میآموزیم، یاد میگیریم که ما هم خطاهای دیگران رو ببخشیم. بلکه تو وقتی ببینی ما چنین میکنیم، آنگاه رحمت تو هم بر ما فزونی خواهد گرفت و ریزش خواهد کرد. از این تعبیرات چند جا در انجیل هست، یکیش ارحم ترحمه که جزء مسئله های جاری هم هست، رحم کن تا رحم شوی، این در انجیل هم هست. یعنی همیشه این مقابله رو و معاوضه رو نشان داده است. و دعای بعدی و آخری، ما را در معرض آزمون قرار مده. کلمه آزمون که در اینجا آمده چیزی شبیه تمپتیشن،
لذا گاهی ترجمه کردن ما رو در معرض وسوسه قرار مده، گاهی ترجمه کردن ما رو در معرض آزمون قرار مده. مرحوم علامه طباطبایی اینجا ایراد گرفته به این دعا در این مورد، گفته جهان دار امتحان است، ما چجوری به خدا بگیم ما رو در معرض آزمون قرار نده، همش امتحانه. حالا معرض وسوسه نباشیم یه حرفی، اما معرض آزمون نبودن چی؟ خدای ما رو امتحان نکن. من فکر میکنم میشه با نگاه مساعدی این دعا رو خوند. اولا که کلمه وسوسه که خب هیچ مشکلی نداره، تو قرآن هم داریم قل اعوذ برب الناس، لا این که چی؟ پناه میبریم به خدا، همون پناه بردن است دیگه، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه، به خدا پناه میبریم از وسوسه شیطان. این که فی نفسه هیچ مشکلی نیست، در این دعا هست ما رو در معرض وسوسه قرار نده، یعنی همین، یعنی پناه میبریم به تو. اما آزمون چی؟ خب به مولانای خودمون برگردیم. مولانا میگه این اختیار اصلا عین آزمون شدن است. وقتی به من و شما اختیار دادن، یعنی به دلیل اختیار هم میتونن ما رو امتحان کنن، یعنی به اصطلاح این سو یک چیزی بگذارن و اون سو چیز دیگری، ببینن ما کدومش رو برمیداریم، و این آزمون است. حالا گاهی آزمون خیلی سخته، به جای اینکه دو تا انتخاب در مقابل شما قرار بدن، ممکنه 20 تا انتخاب قرار بدن، اینا دیگه امتحانای خیلی سخت میشه، ممکنه 200 تا قرار بدن. مولانا چی میگه؟ میگه ابتلایم میکنی، ابتلای این آزمون امتحان، ابتلایم میکنی یارب مکن، مذهبیم بخش و ده مذهب نکن، ده تا راه جلو من نذار که من سرگردان بمانم. یه راه، دو راه، این اون آزمون سختی است که همه ما میترسیم از او پیروز بیرون نیاییم. من فکر میکنم این معنا رو ما اگر در این آیه بخوانیم، این آیه انجیلی، خیلی معنای مستقیمی است، مشکلی هم نداره. بله توی این جهان البته که داره امتحانه، ولی امتحان راحت داریم، امتحان سخت داریم، امتحانی داریم که سوالا رو با آدم برسونن، امتحانی داریم که نرسونن، با تقلب داریم، بی تقلب داریم، همه جورش داریم، امتحانی داریم که ممتحن آسانگیر باشه یا سختگیر باشه. آدمی ما که یه دعای خیلی مهمی هست که میخوانیم، میگیم که ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، دیده اید دیگه این دعا هست، خیلی دعای خوبی است. خدایا با فضلت با ما رفتار کن، با عدلت رفتار نکن. عدل مو رو از ماست میکشه، همون امتحان سختگیران است، فضل امتحان آسانگیران است. یعنی اغماز کن، چشم پوشی کن، یه جایی هم غلط نوشتیم، یه جایی هم خطا کردیم، دیگه بر ما مگیر، توجه میکنید؟ و این معناست که خدایا ما رو معرض آزمون قرار مده، یعنی آزمون سخت عادلانه، بلکه اونجایی که پای تفضل و کرم تو در میان است، اونجا ما رو آزمون کن. لذا معنا به نظر من معنای مستقیمی است، و منم سخنم رو با همین سخن مولانا ختم میکنم که ابتلایم میکنی یا رب مکن، مذهبیم بخش و ده مذهب مکن. و السلام علیکم و رحمت الله. ما خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو داریم که اینجا بیاییم در از یک ساعت نتیجه زحمات و شاید مشورت چند روزه و چند ماه و شاید بیشتر از اون دکتر رو بشنویم و سود ببریم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. متشکرم از شما. شما حالا من حالا وقت سوال جواب هستش، من خواهش میکنم که سوال ها من رو معرض آزمون قرار ندید. سخت نگیرید. سوال ها مرتبط به بحث امروز باشه و اگر میشه خلاصه باشه که بشه بهشون جواب.
تشکر از حضور شما معذرت که همیشه دیر میام. اگه نمیگفتید من متوجه نشدم دیر اومدید، خودتون اینو فاش کردید. خب خداوند خودشون همه اینا رو قرار میدن، دیگه این چه چیزیه که اینا اونطوری قرار میدن، دست خودشون همه اینا. خب دعا هم توصیه خداونده دیگه، ببینید همه چی دست خودشه، دعا هم دست ما. اون گفته دعا کنید، اگه نگفته بود واقعا ما دعا نمی کردیم، همینجوری فکر می کردیم که اذکرونی اگر نفرمودی زهره نام او کرا بودی. دعا تعلیم و آموزش و عطیه و نعمت خاصی است که ادیان برای ما آوردن. فیلسوفان هیچ کدوم به دعا توصیه نکردن، حتی اصلا مکتبشون دعا رو نمی تواند در خود بگنجانه. این از آن ادیانه، هم عیسی گفت هم موسی گفت هم در قرآن خود فراوان داریم. خدا گفته دعا کنید، اگه نگفته بود بله معنا نداشت ما دعا کنیم و به قول شما همه چیز دست خودش بود. یه جایش دست ما داده، گفته با دعا کارتون درست میشه. بله 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 اونجا بله بله خیلی شبیه اسلامه. دعا نماز چند وقت دارند و همونطوری خم میشوند و همون چیزها. من اتفاقا در نظر داشتم یه دفتر یهودیت هم بیارم، اونجا هم رابطه دعاها خیلی زیاده. میشد که من از زبور داوود یه بخشهایی رو بخوانم، ولی دعاهای فراوان هست، هم مثل ما در اسلام که دعای صبح هست، دعای شب هست، دعای ظهر هست، دعای بعد از نماز هست، قبل از نماز، خیلی خیلی آداب مشابه با مسلمانی. یک دعای مخصوصی نه 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 اینجوری نیست، نه خیر نه مختلف. بله سلام، تشکر سلام دکتر. دیگه برژنی از این دعا میگه And deliver us from temptation and evil one. بله این مخصم نمی در کدوم یکی از این برژن، این آخر آخرشه و ما رو این قسمت شما کاور نکرد. چرا گفتم ما رو از شریر نگه دار یا از بدکار نگه دار، همین بود، همین بود دیگه. بله بله مرسی. با تشکر ازتون آقای دکتر، سوال من در زمینه آسمان و زمین هستش و من دیدم که هر آنچه سعی کردن که به صحبت‌های شما گوش بدن یه جورایی انگار که شما از مقوله یونیورس گذشتید. آیا تعمدن این کار رو کردیم و اگر بوده چرا؟ به خاطر اینکه توی دعای مسیحیت من اگر ما سما رو یا آسمان رو یونیورس بداریم، ترجمه یونیورس کنیم و بعد بگیم که آسمان و زمین، که زمین هم در جزی از آسمان هست، یونیورس هست، اون وقت همه اینها رو دعای مسیحیت این رو هم شامل میشه. مرسی. بله البته خب حالا پیشنهادی است شما میکنید، ولی سماع به معنای یونیورس نیست. ببینید ما امروز این مفاهیم رو داریم، اینا رو ما نمیتونیم حمل کنیم یا تحمیل کنیم بر الفاظی که در گذشته به کار می رفته. نه اونا وقتی می گفتن آسمان، یعنی واقعا همین آسمانی که بالای سر ماست، و عیسی هم که به آسمان رفت به یونیورس نرفت، به همین آسمان رفت، و خدا هم که در آسمانه در همین آسمانه، نه اینکه در کیهان است یا در یونیورس است. نه اون کلمه سما این معنا رو نمیده، و همینطوری که این مترجمین هم آوردن دقیقاً ما در قرآن هم وقتی کلمه سما داریم معنای یونیورس نیست، در قرآن هم به معنای آسمان است. هفت آسمان در قرآن میگه و در مقابلش زمین رو میگذاره، اینها با هم تقابل دارن، یکی نیستن. این اندیشه یک جهان بزرگ که اون رو کیهان میگیم یا یونیورس میگیم،
اینا خب جدیده دیگه، اینا رو نباید حمله بر چیز عبارات و متون کهن کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر. که سوال کوچیکی داشتم، شما جلسات اول اشاره کردیم که این دفعه هم همینطور اشاره کردیم بهش که زبان قرآن زبان خبری هستش و زبان انجیل بیشتر تمثیل و تشبیه به این شکل هستش. و همه چجوری میشه که وقتی که انجیل یا مسیحی ها راجع به عرش خدا صحبت و اینو کاملا لیترال میگیرن، ولی برعکس مسلمان ها اینو لیترال نمیگیرن، یعنی جاش عوض میشه جوری که نگاه میکنم به این دو تا چیز؟ والا ببینید، نه من نگفتم زبان انجیل تشبیهیه، گفتم شیوه عیسی ذکر تمثیل بود، الگوری بود، داستان بود، نه اینکه زبانی. خیلی فرق داره، میگیم زبان استعاری و تشبیه، نه زبانش تشبیهی نیست. ولی عیسی خیلی دوست داشت در ضمن حکایات آموزه های خودش رو بیان کنه و به دیگران برسانه. قرآن چندان حکایت ذکر نمیکنه، تاریخ ذکر میکنه ولی نه مثل حکایت هایی که در انجیل هست و فراوان هم هست. عرض می شود که ببینید در انجیل و همچنین در تورات هم تأویلات شده، نه اینکه نشده باشه، و همواره همه ادیان یک جریان باطنی درشون وجود داشته. اسلام هم هست، مسیحیت هم هست، یهودیت هم هست، که ورای این ظواهر الفاظ میرن و سعی میکنن معانی دیگری رو در آنها بخوانن و این الفاظ رو رمزی میدونن برای معانی ناشناخته. من اینجا تکیم بیشتر بر ارتودکسی مسیحیته، یعنی اون تفسیری که کاردینال ها در نیقیه در اوائل قرن چهارم کردن و این در واقع اصول اعتقادات مسیحیت است که اونجا دیگه توش تأویل و اینها رو راه ندادن. یعنی به صراحت میگن خداوند در آسمان نشسته است، به صراحت میگن که عیسی در روز قیامت او داوری بین مردم خواهد کرد، نه خدا. این رو به او، اینا رو جزو به اصطلاح شؤون عیسی میدن و بسی چیزهای دیگه. به صراحت میگن الوهیت هم سه تاست، هم یکی سولان. اینا خیلی هم صریح در انجیل نیامده، ولی خب وقتی اونا اینا رو اختیار کردن، نشستن، رایزنی کردن، عقلشون رو هم ریختن، به اینجا رسیدن دیگه، کلیسای کاتولیک اینا رو پذیرفته. من بر اونا تکیه میکنم. با تشکر از صحبت خیلی خوبتون، من دو تا سوال دارم. یکی این که اینطور که شما بیان فرمودید، عیسی در واقع سطح توقع و استاندار و رو اوورد به نظر من بالاتر، اخلاقی تر کرد نسبت به اون چیزی که یهودیان انتظار داشتن و اون رو مردم. اما در این حال ما میشنویم که مثلا عیسی کار آسون تر کرد. آیا این آسون کردنش به این معنی بود که مجازاتهای دنیوی رو که شاید چیزای رهبران یهودی انجام میدادن اونا رو کمی تعطیل کرد یا تخفیف داد؟ این چی بود؟ دوم، این که سوال دوم، شما یه اشاره فرمودید به این که در صحبتهای مسیح حرف از شرک بود. این یعنی چی؟ خود یعنی مسیح هم پس بهش یک مشرک قائل بوده، پس از اینجا نمیشه فهمید یا تعبیر کرد که پس این چیزی که خودش میگفت پدر واقعا همونطور که شما شاید اشاره کردید این مفهوم که شاید ذهن ما هست نیست، مثل اینکه ما مثلا میگیم خانه خدا مسجد، ولی واقعا نظر ما این نیست که این خانه خدا، شاید اونم وقتی میگفت پدر نفتش رو تعبیر چیزی دیگه مد نظرش بوده و اون به معنی پدری که ماست نبوده و خودتان میشه و غیر از این رو مثلا شرک میدونسته، یعنی که اصلا چی رو میدونسته شرک میدونسته. حالا ببینید در مورد سوال نخستینتون، من فکر کنم که اینجا یه بار من توضیح دادم، عیسی در همین انجیل متی هست میگه من نیامدم که احکام تورات رو باطل کنم، همه اونها بر جای خود خواهد ماند. منتها همطوری که امروز هم خوندم، نه اینکه اونها رو ابطال کنه، میگه علاوه بر به شما گفتن سوگند دروغ نخورید، من به شما میگم اصلا سوگند نخورید، امثال اینا. اما مسیحیت کنونی مسیحیت سنت پوله، یعنی فقط متکی بر اون انجیل های چارگانه نیست،
انجیل 27 کتاب داره، بقیهش اعمال رسولان است و نامه هایی که سنت پول به این ور و اون ور نوشته که اینا همون حجیت انجیل های چارگانه رو داره برای دنیای مسیحیت. در اونجا هاست که سنت پول این احکام یهود رو لغو میکنه و میگوید که اینها دیگه از مسیحیان برداشته شد. یهودیان ملزم نیستن مسیحی بشن، میتوانن یهودی بمانن و به احکام خودشون عمل کنن، اما مسیحیان دیگه مشمول اون احکام قرار نمیگیرن. وقت بعد دلائلی هم میاره، میگه اصلا شریعت چیز بدیه. یعنی نه تنها میگوید که احکام شریعت برداشته شد، بلکه میگه اساسا شریعت چیز خوبی نیست، یعنی احکام فقهی. برای اینکه یه بار اینا رو من مفصلا توضیح دادم، برای اینکه مفهوم گناه رو با خودش میاره. شریعت یعنی اینکه اگر به این حکم عمل نکنی آنگاه گناه کرده ای. بنابراین به یک معنا گناه زاده تشریع شرایع است، تشریع احکام است. اینم دلیل خودشه که اونجا در نامه به رومیان به نظرم در اونجا این رو میاره و علی ای حال این احکام برداشته شده. صریحا بعضیش رو ذکر میکنه، میگه ختنه کردن دیگه لازم نیست، گوشت خوک خوردن دیگه مشکلی نداره، یه چیزای اینچنان رو میگه و بقیه هم که دیگه بر این قیاس به اصطلاح. لذا همطور که پاره از بزرگان مسیحیت گفتن، مسیحیت موجود مسیحیت سنت پوله و بسیاری از چیزهایی که این خون من فدیه خواهد شد، کفاره خواهد شد، با اون شاخ و برگی که پیدا کرده، اینا رو شما در نوشته های سنت پول پیدا میکنید. عرض میشود که اما در مورد دوم ببینید، کلمه من انجیل عربی رو هم نگاه کردم، کلمه که اینجا مشرکان ترجمه شده اونجا وثنیین بت پرستانه. نه، all depends on interpretation. برای اینکه اینا ببینید از گریک آمده به لاتین و از لاتین اومده به زبانهای ورناکولر محلی اینجا و اونجا و عربی و نمیدونم آلمانی و فرانسه و اینا، به هر حال بدون تصرف مترجم انجام نمیشه. اینجا مشرکان آمده، ولی منم به نظرم میاد بت پرست اگر معنا بکنیم بهتره. اما راجع به پدر نه، ببینید اینم باز از همون نکته هاست. من عرض کردم که شورای نیقیه اصرار داشت که بگه عیسی مولود خداونده، یعنی خدا واقعا پدرشه و مخلوق نباید به او گفت. به همین سبب کلمه پدر به معنای واقعی در اینجا به کار میره. کمند البته کسانی که امروز هم هستن که اینا معتقدن که نه، عیسی مخلوق خداوند بود و این تعبیرات استعاریه و او هم بنده بود. خب تو قرآن هم که شما صریحا ببینید دیگه، بارها لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، مسیح که استنکاف نداشت از این که بنده خدا باشه و پسر خدا نباشه و فلان، ولی خب اونجا این تأکید شد بر این و قرآن هم مواضع مختلف این رو فرو کوفته و به در مقابلش ایستاده. خب ممنون از شما و از همه دوستان و عزیزان. سال نو مجددا مبارک و در پناه خدا.